سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم شاید وقتش رسیده خدمت شما عرض بکنم که تحولات منطقه ما در آینده پیش رو شاهد اتفاقاتی خواهد بود که میشه بهش گفت وارد شدن به مرحله جدید نبر من لازم هست یادآوری بکنم در هفته پیش رو چند تا برنامه خیلی خاص برای شما خواهیم داشت به همین مسئله خواهیم پرداخت یک سر نظر هم یک ارزیابی اطلاعاتی هم آمریکایی ها داشتن درباره اتفاقات منطقه که اون هم قطعا کمک میکنیم که بتونیم بهتر روند آن چیزی که در پیش هست رو با هم مرور بکنیم لازم هست خدمت شما عرض بکنم آنچه که خدمت شما امشب تقدیم خواهد شد روایت 161مین روز از تحولات منطقه غرب آسیا و نبرد ارتش فلسطین و گروهک تروریستی اسرائیل من برای اینکه گزارشمون ناقص نباشه همه ی موارد رو داشته باشه لازم هست اشاره بکنم به سخنرانی روز گذشته رهبر انصارالله یمن روز گذشته رهبر انصارالله الله نکاتی رو مطرح کرد که فکر میکنم هم هشداری هست به سهیونستا که از این به بعد مسئله دیگه حتی دریای سرخ هم نیست باید بری به فراتر از اینها فکر بکنی هم کنایه ای هست به همه آنها که می‌گفتند کشتی بهشاد داره کارهایی انجام میده توضیح خواهم داد ابتدا اشاره میکنم به صحبت رهبر انصار الله ایشان در بخشی از صحبت خودش بر این تاکید کرده که عملیات ما این بار به سمت بی سابقه رسیده و به فضل الهی سه عملیات در اقیانوس هند اجرا شد تعداد کل کشتی ها و قایق هایی که مورد هدف قرار گرفتند به 73 کشتی رسیده است ما ممنوعیت عبور کشتی های مرتبط با دشمن صهیونی از طریق اقیانوس هند و در مجاورت آفریقای جنوبی را نیز اعلام میکنیم از چند جهت این نکات مهمه نکته اول اینکه خب یمن اول اومد یه هزینه سنگینی به رژیم وارد کرد و رژیم رو وادار کرد که از منطقه دریای سرخ عبور نکنه و اینها اعلام کردن گفتن آقا همه اون چیزهایی که میخواستیم در بندر حیفا بارگیری بکنیم الان دوچار مشکل شده بندر 85 درصد از خدماتش کاهش پیدا کرده الان یمن میگه خب این دوباره باز چرید برای دادی میشه چون راه دورتر میشه هزینات بیشتر میشه ولی باز داری تلاش میکنی که این راه اقتصادی منو دور بزنی از طرفی ممکن است بری از سمت امارات غلطایی بکنی و خب این هم برای من مهمه چیکار میکنم حالا من دامنه ای عملیات هامو گسترده میکنم تو اقیانوس هند در انتظار هستم جاهای دیگه در انتظار هستم و ادامهش میدم این ماجرا رو ادامه میدم تا زمانی که تو دوست داشته باشی که بچه بکشی نکته دوم اینا عملیاتایی رو انجام دادن علیه کشتی بهشاد من این هفته خیلی مفصل با جزئیات بهش خواهم پرداخت که یه بخشی از این ماجرا عملیات سایبری بود اینا میگفتن موفق شدیم که یه حمله سایبری به کشتی بکنیم ادعای اینها هست با جزئیات این هفته بررسی خواهیم کرد که بعد از حمله که کردیم به کشتی بهشاد این عملیات سایبری که انجام دادیم این کشتی عقب نشینی کرده رفته سمت جیبوتی اینا تا یکی دو هفته نمیتونستن چیزی بزنن این رو گوشه ذهنتون داشته باشید به وقتش مفصل در صحبت خواهیم کرد تا این وقتی داره میگه من اقیانوس هندو میخوام بزنم و میخوام اهدافی رو در جنوب آفریقا بزنم سوالی که مطرح میشه اینه اونجا هم کشی بهشات هست اونجا هم ایران داره به اینا اطلاعات میده ایران داره آمار میده ایران توضیح میده چی رو بزنن چه جوری بزنن دیگه رفتی به ایران نداره این دستش بلندتر و وسیعتر و باستر شده است به جهت اینکه آنهایی که در حال جنایت هستن رو تنبیه بکنه کمی بعد از این صحبت هایی که رهبر انصار یمن داشته اتفاقاتی رخ داده من قبل از اینکه به این اتفاقات اشاره بکنم باید بخشی از صحبت های رهبر انصار یمن رو خدمت شما ارائه بدم سید عبدالملک بدرالدین الحوسی رهبر انقلاب اسلامی یمن در بخشی از صحبت‌های خودش بر این تاکید کرده که شهدای غزه فقط عدد نیستند که مردم میشنوند بلکه جان انسان‌هایی است که از دست رفته و زندگیشان تلف شده و زخم‌ها و رنج‌های یک مردمی است که در معرض نابودی قرار گرفته وعده های غذایی کمکی که از هواپیما پرتاب می شود یک نمایش آمریکایی است که به حیثیت مردم فلسطین توهین می کند بیش از پنجاه کشور اسلامی به مقاومت فلسطین سلاح نمی دهند و تنها مورد منحصر به فرد جمهوری اسلامی است ما در عملیات هایمان شهدایی تقدیم کردیم و تقریبا 34 شهید بدون احتساب مجروحان تا به این جای کار دادیم این بخشی از سخنرانی رهبر انصالله یمن هست در خصوص اتفاقاتی که در منطقه رخ داده کمی بعد از این صحبت ها یک تجمع میلیونی رو ما امروز در یمن شاهد بودیم تصاویر این جمعیت رو دارید روی صحبت های می میکنید سخنگوی انقلاب اسلامی نیروهای مسلح انقلاب اسلامی یمن امروز اعلام کرد که میخواد بیانیه خودش رو از این جمعیت از بین این جمعیت برای آنهایی که لازم است بشنوند بخونه بخشی از بیانیه ایشون رو برای شما میخوام بخونم نیروهای مسلح یمن در جریان حملات موشکی و پهبادی اخیر خود پنج کشتی آمریکایی و اسرائیلی را در دریای سر خلیج عدن و اقیانوس هند مورد حمله قرار دادند در بخشی از بیانیه نیروهای مسلح یمن به این اشاره شده که نیروهای دریایی یمن به یاری خداوند متعال با تعدادی موشک مناسب کشتی اسرائیلی را در دریای سرخ زدند همچنین پهبادها با تعدادی پهباد انتحاری عملیاتی را علیه یک نافشکن آمریکایی در دریای سرخ انجام دادند و به فضل خدا اهداف این عملیات با موفقیت محقق شده این حملات در راستای اجرای دستورات رهبرمان سید عبدالملک بدرالدین الحوسی حفظه الله برای یاری مردم فلسطین در نوار غزه آنهایی که مورد ظلم و ستم و حملات دشمن هستند و تحت محاصره قرار گرفتن در پاسخ به ندای مردم یمن و آزادگان امت اسلامی صورت گرفته است نیروهای مسلح یمن به یاری خداوند متعال دامنه ی عملیات نظامی خود علیه کشیهای اسرائیلی و کشیهای مرتبط با اسرائیل یا آزم به بنادر فلسطین اشغالی را تا اقیانوس هند دماغه امیدنیک توسعه خواهد داد بر این اساس نیروهای مسلح یمن به تعدادی کشتی اسرائیلی که آزم یا از مبدع بنادر فلسطین اشغالی حرکت می کند هشدار می دهد که از دماغه امیدنی عبور نکنند در غیر این صورت یکی از اهداف قانونی نیروهای مسلح یمن محسوب خواهند شد ما اعلام می کنیم که در چارچوب اجرای این دستورات با یاری خداوند متعال سه عملیات با استفاده از تعدادی موشک و پهباد مناسب به سه کشتی اسرائیلی آمریکایی در اقیانوس هند انجام داده و حمله کرده ایم که هر سه موفق بوده نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که اجازه کشیرانی اسرائیلی و هر کشتی که از طریق دریای سرخ عرب و همچنین اقیانوس هند به سمت بنادر فلسطینی اشغالی میرود را نخواهد داد مگر اینکه حملات و محاصره برادران مجاهدمان در نوار غزه برداشته شود این بخشی از بیانیه نیروهای مسلح یمن هست من لازم از خدمت شما عرض بکنم آمریکایی ها رفتن همه نیروهاشون رو کاشتن اطراف دریای سرخ و اون محدوده ای که تصور میکنن یمنی ها قرار هست کشتی ها رو از اونجا بزنن حالا یمن یک منطقه وسیع رو به آمریکایی ها و کسانی که میخوان وارد تنش بشن تحمیل کردن اینا پیشنهادایی که داره بهشون میشه 5 تا سناریو برای حمله به یمن هست که پنجمیش حمله به ایرانه پنجمین سناریویی که گفتن آقا اولی دومی سومی چهارمی نشود حمله به ایران هفته بعد ان مفصل درباره این سناریوها و برنامه‌هایی که دارن صحبت خواهیم کرد و همینجور حرفایی که خودشون زدن در سبک و سنگین کردن اینها برجت آن چیزی که تا اینجا کار میفهمیم این هست که یمن به خوبی با موفقیت برنامه خودش رو و نقشه راهی که داشته رو پیش برده و به یاری حضرت الله ضربات درناکی را به ناپاکترین دشمنان ملت ها وارد کرد لازم هست خدمت شما عرض بکنم مقاومت لبنان امروز دو پایگاه رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داده و نیروهای مقاومت فلسطین هم از غزه خبر دادند که چهار نظامی صهیونیست رو در یک عملیات از پا درآوردن در این عملیات با راکت های ضد استحکامات این نیروها مورد هدف قرار گرفتند و در شهر از زهرا در شمال غرب استان مرکزی نوار غزه این اتفاق افتاده همچنین گردان های قسام اعلام کردند امروز پنج تانک مرکاوای ارتش رژیم در شهر از زهرا در شمال غرب استان مرکزی نوار غزه مورد هدف قرار گرفته این گروهان ها همچنین تاکید کردند که تعداد قابل توجهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شرق غزه با گلوله های خونپاره هدف قرار گرفتند. من لازم هست بر این هم تاکید بکنم که یک اختلاف نظری در رژیم صهیونیستی الان در حال مطرح شدن و در حال داغ شدن پیرامون مدل جنگیدن در غزه پیرامون اینکه بخوایم ادامه بدیم این نبرد رو بخوایم رفح رو به داستان اضافه بکنیم و ادامه ماجراها الان عمده ای کسانی که به این مسئله میپردازن میگن ارتش آمادگیش رو نداره نتانیاهو برای حفظ خودش داره این کارو میکنه بعد جالب روزنامه واشنگتن من دیدم یک گزارشی کار کرده ترجمه شده در فضای فارسی زبان به این اشاره کرده که دولت آمریکا و برخی سیاسی دارن دیگه سریح مطرح میکنن این رو خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی که انتخابات برگزار کنید حالا من درباره این مفصل صحبت خواهم کرد اجازه بدید اول بپردازم به اظهار نظرهای اساق بریک ژنرال احتیاط ارتش رژیم صهیونیستی که تاکید کرده گفته نابودی کامل حماس امکان پذیر نیست و اصرارات بنیامین نتانیاهو در این خصوص تنها فریب دیگران است آنچه امروز نتانیاهو مرتب در حال تکرار کردن آن است تنها سخنانی فریبنده است چرا که نابودی کامل حماس امکان پذیر نبوده و این غیر واقعی است تمام فرماندهان گردانهای قسام که ما آنها را کشیم جایگزین داشتند و افراد دیگری به جای آنها منصوب شدند همانطور که فرماندهان کشته شده در گروه‌های قدس جایگزین داشتند حماس به شمال غزه باز خواهد گشت و یک بار دیگر بر همه چیز مسلط خواهد شد من لازم هست تاکید بکنم الان که میگه به شمال غزه باز خواهد گشت نزدیک چهار تا شش هزار نیروی مقاومت فلسطین در شمال غزه دارن به رژیم ضربه میزنن در قالب عملیات هایی که اجازه بدید بگم عملیات بزن در روی این بهتر جا میندازه موضوع رو. در این قالب دارن میجنگن این ادای خود نیروهای رژیم صهیونیستی ولی احتمالا اینجا که میگه اینها به شمال غزه باز خواهند گشت احتمالا منظورش اینه که در نهایت اون کسانی که بر غزه مدیریت و فرماندهی خواهند داشت حماسه کس دیگری نمیتونه و جایگزین این ماجرا نخواهد شد در ادامه به این اشاره کرده گفته همان صدها کیلومتر زیر ساخت داره که از جمله آنها تونل های طولانی از اسرائیلی ها باید بدانند که هماس از تسلط نظامی برخوردار بوده و پس از بازسازی ظرفیت های خود را به شمال غزه برمیگرداند من لازم هست بر این هم تاکید بکنم که بعد از اظهار انظرهای نتانیاهو در خصوص حمله به رفح یکی از کارشناسان رژیم صهیونیستی گفته تهدیدی که نتانیاهو داره برای حمله زمینی به رفح انجام میده تلاشی برای خرید زمان به منظور عقب انداختن پایان جنگ و به تاخیر انداختن بحث عمومی و سیاسی در مورد تحقیقات پیرامون شکست هایی که به وقایع 7 اکتبر منجر شد می باشد خیلی هاشون نگاهشون در حال حاضر این شکلیه من در تایید این مسئله خدمت شما عرض بکنم که سردبیر بخش نظامی روزنامه ها آرس در همین خصوص گفته نتانیاهو تهدید به حمله نظامی به رفح کرده اما اون چیزی که ما میفهمیم اینه که ارتش در حال حاضر آمادگی چنین حملاتی ندارد ترسناکترین چیزی که برای یک گروه میتونه اتفاق بیفته این هست که در حالی که درگیر یک نبرد هستن و مسئله براشون حیثیتیه نسبت به اهداف نبرد نسبت به اهداف فرماندان دچار تردید بشن الان این اتفاق برای بخشی در جامعه فلسطین رخ داده اجازه بدید در ادامه این ماجرا برگردیم به مرزهای شمالی فلسطین همزمان با اتفاقاتی که در غزه در حال رخ دادنه و عملیات هایی که مقاومت یمن داره انجام میده اخباری از شمال غزه در خصوص حملات توپخانه‌ای به تجمع سربازان صهیونی در نزدیکی مراکز مرزی در حال انتشار است من لازم هست برای این هم تاکید بکنم امروز در کشورهای مختلف مردم تظاهرات هایی رو در دفاع از فلسطین داشتن ما در اردن شاهد یک تظاهرات پرشور از سوی اردنی ها بودیم در دیگر کشورهای منطقه هم به همین شکل در کشورهای غربی هم این اتفاق رخ داده درباره اردن و کشورهای عربی من این رو باید بگم تظاهرات های اردنی ها و مردم ترکیه و دیگران رو وقتی نگاه میکنی مثلا ترکیه تو تظاهرات اخیر یک جمعی از مردم رفتن جلوی سفارت باکو گفتن نفت نفروشید به رژیم صهیونیستی یا اردن بخشی اعتراض کردن به ترکیه گفتن آقا حاکمیت شما نباد مثلا همکاری بکنه با رژیم هر کسی داره به حاکمیت اون یکی میگه اصلا نفس اینکه مردم در میدان هستن محترمه ها دمشون گرم اینا ت... کاری که میتونستن بکنن اینه که باشن بیشتر از این از دستشون بر نمیومده ولی این اعتراضی باید به حاکمیت های خودشون باشه هر کی داره به حاکمیت اون یکی اعتراض میکنه در حالی که حاکمیت های خودشون در حال همکاری با رژیم هستن همزمان با تظاهراتی که در نقاط مختلف دنیا در جریان هست یک مرکز پژوهشی در رژیم صهیونیستی به نام مرکز پژوهش‌های امنیت ملی رژیم صهیونیستی کدوم ملت و کدوم رو داره من نمیدونم اینا رو نگاه میکنی روزای اول جنگ به شما گفتم صهیونیستا رو وقتی دهتشون رو نگاه میکنی هر کدوم شبیه یه ملتی هن. اینو نگاه میکنی میگی شبیه ایرانی ها اونو نگاه میکنی میگی شبیه مثلا آمریکایی ها اون یکی رو نگاه میکنی این سیاپوس هست. این شبیه آفریقاست خب اینا چند ملیتی هن دیگه اینا هر کدوم از یه جایی رفتن شما وقتی داعشی در سوریه میبینی چهره شبیه آسیای شرقی ها هست خب اینا از آسیای شرقی اومدن دیگه به خاطر چشمشون اینا مشخصه از چین اومده از کجا اومده از کجا اومده اینا چند ملیتی هن؟ این هم داستانش همینه حالا برجد مرکز پژوهشی که به خودش میگه امنیت ملی رژیم صهیونیستی گفته ما تحقیقاتی انجام دادیم متوجه شدیم که اختلافاتی در افکار عمومی آمریکا در قبال این رژیم داره به وجود میاد و خیلی ها بر این باور هستند در آمریکا که این کشور نباید از رژیم صهیونیستی حمایت بکنه بعد گفته این از اتفاقات نگران کننده است که باید براش فکری بشه استر نظر خیلی زیاده من اگر بخوام دونه دونه بررسی بکنم باید بپردازم به مسئولان اسرائیلی که یکیشون در گفتگو با ABC نیوز اعلام کرده گفته اون چیزی که الان اتفاق افتاده شکست وحشتناکی است از سوی رژیم در غزه اتفاق افتاده از افسران رژیم امروز تصاویر منتشر شده از برخی از اینها که به هلاکت رسیدن یک نمونه رو تصویرش رو دارید روی صحبته من مشاهده میکنید و اخباری از این دست که زیاد بود من اولش هم گفتم که آمریکایی ها دارن درباره این صحبت میکنن که رژیم بره به سمت انتخابات یک اثر رهبر اکثریت سنای آمریکا داشته و گفته نتانیاهو با اجازه دادن به ملاحظات بقای سیاسی بر منافع اسرائیل راه خود را گم کرده میگه این, این که به خاطر اینکه فرو نریزه به فنا نره کنارش نزنن داره جنگو ادامه میده ما نگاهمون نسبت به جنگ شکلی بعد گفته که الان توی این شرایطی که ما داریم میبینی این فقط یک انتخابات جدید میتونه فرایند تصمیم گیری سالم و باز در مورد آینده ای اسرائیل رو آغاز بکنه حالا نکتهش کجا نکتهش اینجا که واشنگتن پست در همین خصوص گزارشی کار کرده گفته اون اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که این قبل از اینکه این حرفا رو بزنه به عنوان رهبر اکثریت سنا با جو بایدن هماهنگ کرده و این صحبت ها رو بهش اطلاع داده که من میخوام همش حرفایی رو بزنم که این ادعا اگر درست باشه البته اگر درست باشه چیه اگر هماهنگم نکرده باشه مسئله اینجاست که الان ادعای قابل توجهی در آمریکا بر این باور هستن که رژیم باید هر چه سریعتر نبرد را خاتمه بدهد من طول نمی نمی‌کنم اگر شما نکته داشتین بسیار بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین تاکید میکنم برای رزمندگان و مقاومت دعا بکنید جوشن صغیر بخونید اینها زرهی هست بر پیکر این قهرمان ها اینها یارگرشونه اینها کمکشون میکنید که میدان را مدیریت بکنن همینطور که ماش این روسا با وجود اینکه چند ماه از نبرد میگذره شاهد اتفاقات مثبت و امیدوار کننده ای از سوی این جوانان با غیرت هستیم بر این هم باید تاکید بکنم رفقای عزیز دوستانی که باورمند هستن که هیچی اونهایی که باورمند نیستن از فرصت ماه رمضان برای اینکه روی وزنشون تناسب اندامشون و اینها کار بکنن استفاده بکنن کلی پیام ما داشتیم من این هفته سعی میکنم بخشی از فایل صوتی رو برای شما بخونم یه رفیقی به ما پیام داده و گفته بود که من توی همین ایام اومدم با فسینگ و اینا آشنا شدم چند ماه دارم انجام میدم وضعیت سلامتمم خیلی خوبه به من فشار نیومده گرسنم نیستم این چیزایی که گفتی خیلی خوب بوده حالا من فایل صوتیشو حتما پخش می‌کنم این هفته دوستان دیگری مفصل از این حرفو زدن من صرفا از این جهت که جامعه خدمترسان وطنم جامعه خدمترسان ایران سرحال باشه سرزنده باشه پر انرژی باشه تاکید میکنم از این فرصت به دست آمده استفاده بکنید نقطه پایانی هم که باید بگم این هست که بذارید این شکلی بگم به نظرتون ما الان به عنوان یک گروهی یک رسانه که داره کسب درآمد میکنه بخشش از طریق یوتیوب هست درآمدمون چقدره به نظرتون چقدر؟ هر عددی توی ذهنتونه درباره درآمد ما همین الان یک دهمش ده بکنید از 5 6 ماه پیش ما درآمدمون یک دهم آن چیزی شده که قبلا بوده به خاطر اینکه مدل محتوایی که ما داریم ارائه میدیم از نظر اینها محتوایی هست که حساسیت برانگیزه و این به شدت روی وضعیت ما به لحاظ مالی اثر داشته من اینها رو گفتم و این رو با شما دوستان عزیز در میون گذاشتم که به اینجا برسم تصویر بنری رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید بنر حمایتی ما هست ما هفته اول فروردین تبلیغات نخواهیم داشت درخواست میکنم از دوستان خودم اگر میتوانن اگر تمایل دارن اگر میخوان ما رو خوشحال بکنن به ما انگیزه بدن از طریق این بنر از ما حمایت بکنن کل کاری هم که داریم انجام میدیم در حوزه حمایت مالی همین هست. یا بخشش تبلیغاتمون در شبکه های اجتماعی هست که خدمت شما عرض کردم یوتیوبش یک شده الان و یک بخشش موارد دیگر هر رفیقی که تمایل داشت حتما از طریق بنری که روی صحبت من هست از من حمایت داشته باشه نکته دیگه ای ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر